تحت تأثیر الهاش میوز یک کامل میشه و تخمک گذاری انجام میشه. آقا جان یک بار دیگه من گوش کن، گفتم که مرحله فولیکولی تحت تأثیر هورمونی هست به نام هورمون FSH. FSH تأثیر میذاره بر فولیکول غالب. فولیکول غالب که تأثیر گذاشت باعث رشد فولیکول میشه. آقا این رشد فولیکول که داره انجام میشه، فولیکول من که داره بزرگتر میشه، این فولیکول بزرگتر داره استروژن تولید میکنه. استروژن که داره تولید میشه همچنان الهاش رو هم در واقع ترشح میکنه. یعنی آقا جان رشد فولیکول بیشتر، استروژن بیشتر، الهاش بیشتر. بعد فولیکول میرسه به حداکثر میزان خودش روز چندم؟ روز چهاردهم دوره جنسی. این روز چهاردهم فولیکول بزرگ شده و میزان الهاش ماکسیمومه. آقا جان این میزان الهاش در حالت ماکسیموم باعث تکمیل شدن میوز یک و تخمک گذاری میشه. پس اگر بهتون گفتن که تخمک گذاری تحت تاثیر چی داره انجام میشه، بگو تخمک گذاری تحت تاثیر الهاش در حالت ماکسیموم مقدار خودش میشه. چی باعث شد که الهاش به ماکسیموم مقدار خودش برسه؟ بگو استروژن. چی باعث افزایش میزان استروژن میشه؟ میگی که رشد فولیکول. چی فولیکول استارتش زد رشدشو؟ میگی ترشح FSH. خب بچه به دنبال تخمک گذاری، یعنی اگر این تخمک گذاری انجام شد چه اتفاقی میفته؟ ببین تخمک گذاری که داره انجام میشه، خب عرض کنم که یک یاخته تخم و باقی مانده فولیکول، خب به دنبال تخمک گذاری باقی مانده فولیکول در تخمدان به صورت توده یاخته‌ای هست که بهش میگن جسم زرد. بهش میگن جسم زرد. اوکی؟ این جسم زرد. یک بار دیگه براتون بگم آقا FSH باعث شد که فولیکول غالب، بذار با این دوربین صحبت کنم، FSH باعث شد که فولیکول غالب رشدش رو شروع کنه. این فولیکول، ببین FSH باعث میشه که فولیکول غالب رشد کنه. خب آقا فولیکول غالب رشد میکنه، همزمان با اینکه داره رشد میکنه استروژن تولید میکنه. استروژن بیشتر، رشد فولیکول بیشتر. از اون ور استروژن الهاش تولید میکنه، رفته رفته میزان الهاش بیشتر میشه. ماکسیموم مقدار الهاش در روز 14 اتفاق میفته، تخمک گذاری انجام میشه، یاخته تخم آزاد میشه. از اون ور باقی مانده یاخته های فولیکولی، باقی مانده یاخته های فولیکولی باعث تولید جسم زرد میشن. و عرض کنم خدمتتون که میریم سراغ مرحله لوتئال. خوب من گوش بدید بچه ها، مرحله لوتئال جسم زرد، اگر ازتون یک سوالی بپرسن بگن آقا جان چه چیزی باعث تولید جسم زرد میشه؟ ببین جسم زرد از کجا تولید شد؟ میگی که آقا جسم زرد همون باقی مانده یاختای فولیکولی هست. یاخته های فولیکولی در واقع کی به در واقع این باقی ماندهش کی به وجود میاد؟ میگی در تخمک گذاری. باعث تخمک گذاری هم یادت باشه، باعث تخمک گذاری هم همون الهاشه. یعنی الهاش باعث تخمک گذاری میشه، ماکسیمم مقدار الهاش باعث تخمک گذاری میشه، همونطوری که میزان FSH باعث شروع رشد در واقع فولیکول میشه. حالا بچه جسم زرد، جسم زرد تحت تأثیر هورمون الهاش آغازگر این مرحله هست. یعنی اگر الهاش به ماکسیموم مقدار خودش برسه، وقتی که الهاش به ماکسیموم مقدار خودش داره میرسه، تخمک گذاری انجام میشه، خب و از اون ور جسم زرد تولید میشه. خب بچه یاخته های جسم زرد با تحت تأثیر هورمون الهاش
فعالیت ترشحی خودشون رو بیشتر میکنن و در واقع استروژن و پروژسترون در واقع ترشح میکنن. ببین جسم زرد خب تحت تأثیر بگو ال هاش چی تولید میکنه؟ میگی استروژن و پروژسترون. پس جسم زرد تحت تأثیر الهاش باعث میشه که استروژن و پروژسترون تولید بشه. حالا